همکارم محمد رهبر از ایران اینترنشنال به ما پیوسته. محمد، در کنار پنهانکاری هایی که در زمینه تخصیص بودجه پیشتر هم شاهدش بودیم از جانب دولت، همین مسئله تخصیص بودجه به نهادهای سرکوب به صورت پنهانی خودش یک مسئله قابل توجهی هست، اما با توجه به موج منفی افکار عمومی نسبت به این نهادها، به نظر میرسه که این پنهانکاری مهر تاییدی هم هست که دولت خبر داره از این واکنش ها و دولت نهایتا تایید میکنه که چه در واقع عملکردی و چه کنشی، چه روی در واقع چه رویکردی داره جامعه نسبت به این نهادهای سرکوب. بله، با این اوصاف باید گفتش که بودجه ابدا واقعی نیست. همین بودجه ای که 1401 هم نوشتند هم واقعی نیست. شما بودجه بیت رهبری رو ندارید که اونجا چقدر لحاظ میشه، یا بودجه های نظامی رو به بهانه اینکه اینها امنیتی هست اونجا نیاوردن، بودجه های نهادهای دیگری رو که اسمشون هم نیومده ولی بودجه بر هستن. خود صدا و سیما بعید هستش که اون بودجه ای که در ردیف های بودجه هست همون باشه که در واقع داریم میبینیم. به نظر میرسه که اینها به هیچ عنوان نمیخوان بودجه سازمان ها و نهادهایی که هوادار حاکمیت هستند، از حوزه های علمیه قوم بگی تا اشخاصی که بنیادی دارند و چیزی دارند، حذف بکنند، که مگر اونها ریزش کنند. میترسن از اینکه هواداراشون ریزش کنند. امثال گشت ارشاد و اینها هم بعد از کشته شدن مهسا عملا فلج شدند، جرأت نمی کنند در خیابان ها عملیاتی انجام بدن یا خیلی حداقلی شده، ولی اونهایی که در اون بخش استخدام بودند و بودند رو اینا حذف نکردند، حتی به جاهای دیگر هم نفرستادند اونطور که از ظواهر برمیاد. برای همین هم بودجه حفظ میشه، برای اینکه بخش سرکوب همچنان پایدار بمونه. میدانند که در وقت مقتضی حکومتی که نمیتواند نیازهای مردم رو برآورده بکنه چاره جز چماق و سرکوب نداره، پس این نیروها باید حفظ بشن به هر قیمتی. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی کلن داره همه چیز رو مخفی میکنه از مردم. یعنی یک زمانی به خاطر ظاهرسازی این بودجه ها منتشر میشد، به اونها نقد میشد و جنجالی هم برپا میشد بر سر بودجه های مثل محیط زیست که کم بود و گشت ارشاد و همین استعداد امر معروف که بودجه‌های هنگف می‌گرفتن و حتی از بخش‌های ضروری هم بیشتر پول می‌گرفتن. خب همه چیز رو داره مخفی می‌کنه، گویی که از شکلی یک دولت داره خارج میشه، رسما به عنوان یک مافیا جلوه می‌کنه، یک حکومتی که دیگه نه بودجه نویسی داره، پول ها معلوم نیستش که از کجا میاد و به کجا میره، و نه اینکه مسئولیتی میپذیره. در واقع جمهوری اسلامی داره چهره و نقاب چهره جدیدی از خودش نشون میده که حداقل میشه گفت دولت نیست، حکومت نیست، جمعی راهزن و باند هستن که دور همدیگه جمع شدن و یک پولی رو میارن و بدون اینکه حساب کتابی پس بدن با همدیگه تقسیم میکنند.